خب سلام بچه ها، وقتتون بخیر. انشالله که سلامت باشین. همه دوستان عزیزی که تا قبل از این ابتدا قطع بود به خاطر که داشتن محبت میکردن آماده بکنن. بله نورم گفتن چشم زیادترش میکنن. در مورد صدا فکر کنم دیگه مشکل نداشته باشین، صدا که خوبه. بعد بریم ماجرای امروز در خدمتتون باشیم. امروز انشالله بچه ها در خدمتتون هستیم. سلام سلام بچه ها، سلام، وقتتون بخیر. سلام دانیال، چطوری دانیال؟ حالت خوبه؟ و بقیه عزیزان که محبت کردن، آریان عزیز و دوستان دیگر. خب بچه‌ها ما امروز چیکار می‌خوایم انجام بدیم؟ بعد از این خوشوپیشایی که اول کردیم اصل کار رو بریم شروع بکنیم، ادامه‌شو انشالله در خدمتتون داشته باشیم. تحلیل تست‌های کنکور سراسری 1400 داخل و خارج. خب سلام زهرا، سلام فاطمه، سلام صبا. ببینید بچه‌ها یه نکته بسیار مهم، من وقتی تستا رو براتون میارم اینجا یک خود سوال رو دارید، خود تست رو دارید و بعد در پایینش من توضیحاتی براتون نوشتم که شما اگه این جزوه رو دانلود کرده باشین داشته باشین، یا برای خود دانش آموزان خود من که کلاس های متفاوت میفرستم. ابوالفضل نور کمه، چیکار کنیم نور کمه رو؟ لامپ کلا نمیتونیم بکشیم که همین استودیو داریم باهاش 3 سال کار میکنیم، ضعیف شده عزیزم چشمات. بعد لطف میفرمایید بچه ها اصلا به این قسمت نگاه نمی کنید، اصلا به این قسمت نگاه نمی کنید. خیلی صحبت واضح صریح، اینجا نامحرمه، اصلا بهش نگاه نمی کنید تا بعدن وقتی که خواستم توضیح بدم رو بهتون میگم کی وقت این قسمت رو نگاه بکنید. پس بنابراین اول از همه میخواستم توی جزوه جداگونه پاسخنامه رو بفرستم، دیدم که حالا یه مقداری طولانی میشه، چشمت بی بلا و حالا بعد دو تا فایل باشه و اینها، این کارو نکردم. ولی شما لطف میکنید توی پاسخنامه نگاه نمیکنید. تقریبا تمام تست‌های مربوط به کنکور سراسری 1400 رو که باهاتون داشتم داخل کشور و خارج کشور که اولین مواجهه شما با اونها هست، امروز در خدمتتون خواهم بود. حالا عزیزانی که در کلاس من بودن یا عزیزانی که حالا جدیدن به جمع ما پیوستن، سعی میکنم توضیحاتم نسبتاً کامل‌تر باشه. ولی بعد از عید ما دوباره تمام مباحث رو در قالب تقریباً حدود 6 یا 7 هفته مجدداً با شما مرور خواهیم کرد. و با توجه به اینکه بچه‌ها ارزش هر تست در کنکور سراسری از 4% به 5% رسیده، 5 تا سوال کم کردن، پاسخ صحیح به هر کدوم از اینها سرنوشت سازه. پاسخ صحیح به هر کدوم از اینها سرنوشت سازه. سلام سلام، وقت شما بخیر. ما الان کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که میریم دونه دونه تست ها رو میگیم، بیشتر نکات مربوط به خود اون تست ها رو انشالله در خدمتون خواهیم داشت. ابوالفضل ایراد نداره، تست ها اشتباه بزن، مرضیه بله میتونید باشین، چرا که نمیتونید باشین. این اولین جلسه شه، جلسات بعدیشو بعد از توی متکات یه مقدار پول برداری بدی مؤسسه و انشالله ادامه کلاس رو داشته باشیم. اما در حقیقت این قسمت رو داریم بازاریابی میکنیم برای شما، ببینید چقدر خوبه، ببینید چقدر پیشرفت میکنید توی جلسه، اون وقت ببینید توی 7 جلسه باقی مانده 6 جلسه باقی مونده چه خبره. خدمت شما از این برم که الهه و مهزیار و نیلوفر و بقیه دوستان. خب دیگه سلام علیک بگذاریم بریم سراغ کارمون، ببینیم که امروز در چه وضعیتی هستیم. ببینید بچه‌ها این سوالا رو براتون مشخص کردم، گفتم داخلی خارجی و بعد توضیح رو هم براتون نوشتن. خدمت شما عرض کنم که میخوام دونه دونه با هم دیگه تستا رو کار بکنیم، ببینیم که متکا خالیه. انشالله خداوند بخواد دست و بال شما باز بشود و همه دست و بالمون باز بشود. سبا تو سوالتو مطرح کن، من شروع کنم به حل سوالات. ببینید بچه ها از سوال اول شروع میکنیم، بریم با امید خدا ببینیم که امروز چه خبره. نوشته که اگر کسی استدلال کند که قضیه مریم دختر متواضعی است، که قضیه موجبه جزئی است زیرا مریم مفهوم جزئی است، دچار چه مغالطه ای شده است. خوب دقت کنید، قرار ما این بود شما پاسخنامه رو نگاه نکنید، اول به تحلیل من نگاه کنید و بعداً بعد از تحلیل بریم پاسخنامه رو داشته باشین. یعنی اگر جایی صدا قطع و وصل و الی آخر شد به این شکل داشته باشیم. تست ما بله، تست مهر ما خیلی خوبه بله. بله 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 نیلوفر، بله 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 پریسا کاملا درسته. میتونید حد سالیانه ها نه اصل، ما هفته بعدم با بچه های سالیانه خودم تو آنلاین کلاس دارم، میخوایم براشون 11 رو جمع بندی کنیم. درساشو دادم، میخوام تستای مهمترشو باهاتون بگم. یه سری تستاشو که امروز با هم دیگه کار میکنیم، یه سری تستاشو هم میمونه برای هفته بعدتون.
خب بیایم اینجا ببینیم بچه ها، نوشته مریم دختر متواضعی است. وقتی که می‌نویسه مریم دختر متواضعی است، مریم یک تصور جزئی است. شما میدونید تصور جزئی چیه؟ تصور جزئی اصطلاحا هم گفتیم تصوری است که فقط یک مصداق داره. مصداق چی بود؟ شیء خارجی قابل اشاره. پس من وقتی برمیگردم که میگم مریم دختر متواضعی است، تصورم رو تصور جزئی در نظر میگیرم. کلمه جزئی رو نگاه کن. و اگر برگردم بگم که مثلا بعضی مارها سمی هستند، این مثال منو نگاه کن، می نویسم بعضی مارها سمی هستند. بچه ها این قضیه هم اصطلاحا هم بهش میگن این قضیه چیه؟ جزئیه. درست شد؟ ولی نکته بسیار مهم اینجاست، وقتی که شما تصور جزئی دارین، قضیه شما یک قضیه شخصیه است و قضیه‌ای که شما اینجا دارید می‌بینید یک قضیه محصوره جزئی است. تست اومده از همین کلمه استفاده کرده. میگه چی؟ میگه اگر من بگم مریم دختر متواضعی است، یک قضیه موجبه جزئی است، دچار چی شدم؟ پاسخ صحیح گزینه شماره بفرست بیاد هستی، من فکر کنم مهر ماه. هدیه پور میگه من نه تصویر دارم نه صدا. چشم زهرا به موقعش، آخه کلاس میگه روانشناسی نیست عزیزم. پریسا مرضیه، مریم پانیس چطوری خوبی؟ سارا تو چطوری؟ فاطمه قهرمانی به به، همه بچه های عزیز مدرسه شهیدی. یه بار دیگه میگم صبوری کن. بسیار عالی، از این ور کاملا درسته. گزینه شماره دو، پاسخ صحیح شما گزینه شماره دو. یه توضیح بهت بدم. ببین من برمیگردم میگم چی؟ میگم وقتی که من در مورد قضیه دارم صحبت میکنم، قضیه من به دو قسمت تقسیم بندی میشه، یا قضایای من حملی هستند یا قضایای من شرطی هستند. اگر قضیه من حملی باشه، یا قضیه من شخصیه است یا قضیه من محصور است، و اگر شرطی باشه، یا شرطی من متصله یا شرطی من منفصله، و اگر منفصل باشه خودش سه قسمت داره، یا قضیه من حقیقی است یا قضیه من مانع الجمع یا مانع الرفع، که اصطلاحا بهش مانع الخلو هم میگن. خب اینو داری؟ حالا بیا اینجا یه نگاه بکن. اگر قضیه شما بچه قضیه شخصی باشه، اون وقت موضوع قضیت باید تصور جزئی باشه، و اگر قضیه محصوره باشه، محصوره شما به دو قسمت تقسیم بندی می شود، یا قضایای شما اصطلاحا بهشون میگن کلی هستن یا جزئی هن. اگر محصوره شما کلی باشه، کلماتی مانند هر، همه یا هیچ توش هست، و اگر جزئی باشه کلماتی مانند بعضی، برخی، تعدادی. درست شد؟ حالا نکته مهم اینجا چیه بچه ها؟ نکته مهمش اینجاست که باشه پریسا، باشه محدثه، سلامت باشین. ببینید بچه ها توی این وضعیت شما اینجا تصور جزئی دارین و در اینجا چی دارید؟ اینجا قضیه جزئی دارین. اگر قرار باشه شما تصور و قضیه رو اشتباه بکنید، کلمه جزئی اشتراک لفظ پیدا کرده، مثل همون کلمه شیر که داشتیم، مثل انواع و اقسام کلماتی که داریم. پس بنابراین بچه ها توی اینجا گزینه شماره دو پاسخ صحیح شماست. اومدم تو پاسخنامه برای چیکار کردم؟ اومدم کاملا اینو نوشتم مفهوم جزئی دارای اشتراک لفظ است. از مفهوم جزئی اگر مراد تصور جزئی باشه، اون وقت قضیه‌ای که به واسطه تصور جزئی ساخته می شود شخصی است، مثل همین قضیه که الان در مورد صحبت کردیم. ولی اگر منظور شما از قضیه جزئی، منظور از کلمه جزئی، قضیه جزئی باشه، اون وقت دارای صوره. بعد اومدم بقیهش هم توضیح دادم که اینا یعنی چی. ببینید بچه ها تمثیل ناروا یعنی وقتی که شما یک مثالی رو نابجا استفاده بکنید، وقتی که شما یک مثالی رو نابجا استفاده بکنید. مثلا چی؟ یک تمثیلی به کار میبریم، میگیم که مثلا به فرض میگم، اتفاقا تو سوالاتمون هم هست، معلم مثل چی میمونه؟ معلم مثل یک ماشین میمونه، وقتی که زیاد کار میکنه فرسوده میشه، پس باید مثلا عوضش کرد، یه همچین چیزی رو.
درست شد؟ توی اینجا تمثیل نارواست، یعنی مقایسه کردن یک آدم با یک ماشین. ما همچین چیزی در اینجا نمیبینیم. در تیتر سوال شما یه همچین چیزی نمیبینید، هیچ مقایسه صورت نگرفته. نکته بعدی، تعمیم شتاب زده عبارت است از که شما بیایید یک جمعیت آماری بالا داشته باشین، از این جمعیت آماری بالاتون بردارید یک تعداد اندکیش رو، صفت و ویژگی خاصش رو در نظر بگیرید، به همه عمومیت بدید. مثلا برگردید بگید همه تهرانی ها اینطورین، همه پسرا اونطورین، همه اونایی که عینک دارن اینطورین. شما که نیمدید کل آدم هایی که عینک داشتن، یک جامعه آماری بسیار بالا، ولی شما یک اندکش رو جمع کردید، اونجا میشه تعمیم شتاب زده. توسل به معنای ظاهری یعنی چی؟ توسل به معنای ظاهری یعنی اینکه به کار بردن دلالت مطابقی به جای دلالت تضمن و التزام. خوب حواست رو من بده. دلالت به سه قسمت تقسیم بندی میشد. اگر لفظی که من داشتم کار میکردم عیناً میافتاد رو موضوع اون له، موضوع اون له یعنی چی بچه ها؟ موضوع اون له عبارت است از آن چیزی که کلمه براش وضع شده. ابراهیم یک کم صبوری کن. حتما همه اینا رو از هر دبیری که داشته شنیدید تو کتاب درسیتون هم اومده. یک کم صبوری کنید، یک کم بذارید کلاس پیش بره، تو مثالهای بعدی به اینها بر میگردیم و در نهایت هم مطمئن هستم که وقتی که جزوه رو دریافت کردی، حتی اگر بعضی هاشو ممکنه متوجه نشده باشی، میتونی بعدن بشینی دوباره بخونی، با توضیحاتی که داریم و فیلم دوباره در اختیارتون قرار میگیره میتونید یاد بگیرید، ولی یک کم باید صبوری کنید. این صبوری یادتون نره. خب دلالت مطابقه یعنی چی؟ دلالت مطابقه یعنی دلالت لفظ بر کل موضوع اون له. موضوع اون له یعنی چی؟ یعنی آنچه آن کلمه براش وضع میشه. من وقتی که برمیگردم میگم که کتاب را به من بدهید و شما کتاب رو میدید، لفظ کتاب دقیقاً بر روی آن چیزی که به عنوان کتاب میشناسم مطابقت میکنه. وقتی که برمیگردم میگم که کتابم پاره شد و بعد صفحه ای از کتاب پاره شده، پس دلالت لفظ کتاب بر قسمتی از اون کتابه، یعنی فقط صفحهش یا جلدش. و وقتی که برمیگردم میگم که فلانی آدم کتاب خوانده ایست و منظورم اینی که با شعور است، منظورم دقیقا همینه. یعنی میگم که فلانی مثلا کتاب خوانده است، منظورم این نیست که واقعا کتاب خونده است. یا مثلا میگم فلانی سفره دیده است، نه اینکه واقعا سفره رو دیده، منظورم این هستش که چشم و دل سیره. منظورم که اینجا با آدم با فرهنگی است، پس منظورم از کتاب خود کتاب نیست. این سه تا دلالت رو داریم. ما توی این سوال همچین دلالت هایی رو نداشتیم. ریفرش کنید بچه‌هایی که تصویر ندارن. پاسخنامه رو نگاه نکن لطفاً. یک دقیقه بهت وقت میدم. سراسری خارج از کشور، در کدام عبارت احتمال وقوع مغالطه اشتراک لفظ وجود داره؟ بفرست بیاد ببینم. پاسخنامه رو نگاه نکن. سلام ارشاد، تستو بخون. این مال خارج کشور سال 1400. مرضیه. تقریبا مهسا، تقریبا قانون نزار ولی تقریبا مهزیار. الهام محدثه و سحر و مهدی و بار ابوالفضل و ملیکا و هما و حدیث و مریم، مریم حسینی، پانیز اکبری، درود بر شما. مهزیار درود بر شما. تا اینجا بچه ها فرستادن. گزینه شماره یک، گزینه شماره یک. چرا؟ آریان درود بر تو، زهرا عقیلی، سارا عبرگویی. خب حالا بیایم توضیحش ببینیم. بچه ها نوشته در کدام عبارت احتمال وقوع مغالطه است. برادر من، خواهر من، خودش تو گزینه شماره 4 میگه مراقب باش مغالطه نکنی. چطور تو برمیگردی میگه احتمال مغالطه توش هست؟ خودش برمیگرده میگه کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. من دارم بهت میگم این مغالطه رو نکن، تو میگه احتمال مغالطه وجود داره؟ همچین چیزی که اشتباهه. بحث اینجاست،
قضايا مانند مفاهیم به جزئی و کلی تقسیم بندی می شوند. عزیز من، دوباره دیدی جزئی و کلی اومد تو تست؟ نگاه کن. اگه قرار باشه من تقسیم بندی رو انجام بدم، میتونم بنویسم قضايا تقسیم بندی میشود به قضايای حملی، قضايای شرطی و تصورات به تصورات جزئی و تصورات کلی. پس به صرف اینکه زهرا یه بار دیگه ریفرش کن، من خدمت دوستانم عرض کردم الان احتمالاً اگه مشکل باشه برات برطرف میکنن. به صرف اینکه من کلمه جزئی رو میبینم نباید قاطی بکنم. جزئی میتواند منظور قضايا باشد که اون وقت تقسیم بندی میشه حملی ها به چی؟ به قضایای شخصیه و قضایای محصوره، و محصوره تقسیم بندی میشد به کلی و جزئی. ببین باز دو تا کلمه رو اشتباه کردی، کلمه جزئی رو اینجا و کلمه جزئی رو اینجا اشتراک لفظ گرفتی. یادت نره، بیا اینجا حواستو. آقا تصور اگر جزئی باشه اسم علمه یا اینو آن داره، قضیه اگر جزئی باشه سورش جزئی است، یعنی بعضی و برخی و تعدادی و افرادی داره. یه بار دیگه، اگر قرار باشه تصور جزئی کلی باشه باید اسم علم باشه، یعنی اینجا الان تصور شما میشود تصورات چی؟ اینکه اسم علمه، یعنی اسم خاصه، یا اینو آن داره. پس این درخت میشه تصور جزئی. اگر تصور جزئی داشتی اون وقت قضیه‌ای که بر اساسش میساختی یه قضیه شخصیه بود، ولی اگر در مورد قضیه داری صحبت میکنی سوری که براش میاد سور بعضی برخی اینجاست. حالا برو دوباره تیتر سوالتو نگاه کن برات بیارم. نوشته قضايا مانند مفاهیم به جزئی کلی تقسیم بندی میشن. تو اینو ول کردی تو گزینه شماره یک. نفرین تندخ آمون بر تو. تو اینو ول کردی اومدی اینجایی که خودش داره بهت میگه که آقا من میگم مغالطه نکن. تو میگی داری مغالطه میکنی. میگه من میگم مغالطه نکن، اشتباه نکن. مانند ما مفاهیم قضیه ها تقسیم بندی نمیشن. تقسیم بندی قضیه یه جوره، تقسیم بندی اینم یه جور دیگه است. بیا اینجا. نوشته برای تصورات کلی هر همه هیچ تصور. آها تصور کلی، بله بله، در مورد تصور کلی. تصورات کلی تصوراتی بودند که یا اصلا مصداق نداشتند، مثلا سیمرغ، مثل شریک باری تعالی، یا بیش از یک مصداق داشتند مثل صندلی، یا اون تصوراتی هستن که تو تست بعدی بهش میرسیم. فعلا در نظر بگیر که صندلی، سی مرغ، نمیدونم، اینا تصورات کلی هستن. جلوتر بریم. چرا هول میشین؟ هول نشین. باریکلا زهرا. یا تصور کلی تصوری است که درست یک دونه مصداق داره، مثلا مولود کعبه، ولی عقلا میتواند مصادیق دیگر هم داشته باشه. پس تصور کلی تصوری است که بیش از یک مصداق داره، اصلا مصداق نداره، یا یه دونه مصداق داره اما عقلا میتوان براش فرض کرد. میشد خوشت بیاد خوشت نیاد تست کنکوره. بچه‌م الحمدلله معطل خوش آمدن تو نیستیم. سوال بعدی، لطفاً به پاسخنامه نگاه نکن. سراسری داخل کشور در کدام یک هر سه نوع دلالت برای مدرسه به کار رفته؟ وای 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 وای. بله زهرا اونام هستن. بله کاملا درسته. بفرست بیاد پاسخ. اقسام دلالت رو میدونستی؟ دلالت یا مطابق است، یا دلالت التزامه، یا دلالت تزمنه. کلمه مدرسه رو اومده به شیوه های متفاوت، مریم و حدیث و آتنا و الهه و زهرا و ملیکا و پانیز و زینب و مهزیار و محمد و زهرا بهرامی و روشنفر و پریسا و هما و رحمت الله و فاطمه قهرمانی و مهسا و ندا یه چیز نوشته بودی رفت، سارا، فاطمه، آیدا، هستی اصلا سخت نیست، آدم منفی نشو، مهرشادم فرستاد. حالا بیاییم با همدیگه چک کنیم دونه دونه. ببینید بچه ها، گفتم چی؟ تو پاسخنامه یکی یکی گزینه ها رو با همدیگه چک کنیم.
یوسف و مهسا و ابراهیم و ابوالفضل و فاطمه فرستادن ببینیم ماجرا چیه، پاسخ کدوم یکیه. خب ببینید گزینه شماره یک رو نگاه کن. نقاش بعد از نقاشی مدرسه به مدیر مدرسه گفت نقاشی که میکنید شما همه مدرسه رو نقاشی میکنید، کفش و سقفش و همه جا رو، یا بعضی از جاهاشو؟ بعضی از جاهاش. پس دلالت اولین نقاشی مدرسه میشه دلالت چی؟ دلالت تزمن، یعنی بخشی از مدرسه رو. به مدیر مدرسه گفت. خب وقتی من میشم مدیر مدرسه، بچه‌ها لفظ مدیر دقیقاً بر من صدق پیدا میکنه، من میشم مدیر مدرسه، من واقعا مدیر کل مدرسه‌ام. پس اینجا میشه مطابقه. بیام بعدی رو نگاه کنم. در حفظ نظافت مدرسه همکاری کنید. منظور خب کل مدرسه است دیگه، همه جای مدرسه رو باید تمیز نگه داشت. اینم میشه مطابقه. پس درسته دو تاشو داشتم ولی التزامو اینجا نداشتم. برم دومی. علی به هنگام ورود به مدرسه، شما که به مدرسه، به کل مدرسه وارد نمیشین، از در وارد حیات مدرسه میشین، از راهرو وارد کلاس میشین، پس میشه تزمن، بخشی از کلمه مدرسه مد نظر منه. متوجه شد مدرسه رو دوز زده، مدرسه رو که دوز نمیزنه، وسایل مدرسه رو دوز میزنه، پس میشه التزام. اومدن مدرسه رو مرتب کردن. بچه ها مدرسه رو که مرتب نمی کنیم، ما میایم چیکار میکنیم؟ وسایل مدرسه رو مرتب میکنیم. پس اینم نداره. بریم بعدی. دانش آموزان از مدرسه اجازه گرفتن. برادر من از مدرسه اجازه گرفتن یعنی از اولیای مدرسه. پس دلالت التزامه، یعنی خارج از موضوع لهه. یعنی اصلا منظورم مدرسه نیست، منظورم آقای ناظم یا خانم ناظمه. تا مدرسه را برای جشن تزیین کنن. همه جای مدرسه را که تزیین نمی کنن که، درسته؟ مثلا پشت بام مدرسه را که مثلا انشاءالله تا الان برای تزیین شما اقدام نکردین. پس این میشه دلالت چی؟ تزمن. و بعد از اتمام کار از مدرسه خارج شدن، واقعا از مدرسه خارج شدن، یعنی دلالت مطابقه. درود بر دوستانی که گزینه شماره 3 فرستادن. هر سه تاش هست، هم التزام هست، هم تزمن هست، هم مطابقه. بیا 4 رو نگاه کن. مدرسه ما نزدیک یک کارخانه است. خب واقعا مدرسه‌مون نزدیکه، میشه مطابقه. تمام مدرسه از صدای کارخانه ناراضی هستند. مدرسه که ناراضیتی نداره، بلکه چی داره؟ افرادی که در مدرسه هستن. پس دلالت لفظ بر خارج از موضوع اون لهه. و بعد برمیگردیم یه قرار مدرسه رو ببرن. بچه ها مدرسه رو که نمیبرن، ساختمون رو میخوان بردارن ببرن. پس بنابراین اینجا میشه چی؟ التزام. یه بار دیگه اگه دوستی اینجا رو مشکل داره، من براش توضیح کوتاه بدم. امیدوارم که براتون یه مقداری تست بعدی که میخوام بزنم جا بیفته. نگاه نکنی تست بعدی رو ها، حواستو بده به من. ببینید ما تو منطق بچه ها مبحثی داریم مبنی بر این که دلالت لفظ بر معنا، یا لفظی که دارم به کار میبرم. بچه ها یه نفر نداره راه نمایی کنه. خب واقعا شما از مدرسه خارج میشین یا از کل مدرسه خارج میشین؟ از کل مدرسه خارج میشی ابوالفضل. مرسی هستی عزیز. ببینید بچه ها، اگر قرار باشه دلالت شما دلالت مطابقه باشه، مثلا من برمیگردم به شما میگم که به فرض ماشینم رو دزد برد، واقعا ماشین من رو دزد میبره. یه زمانی میگم بچه ها میدونی من چرا دیر رسیدم سر کلاس؟ ماشینم خراب شد. منظورم ماشینم که کلش خراب نشده که، بخشی از ماشین. اینجا میشه چی؟ دلالت تزمن. یه زمانی میگم چی؟ میگم بابا دست ما نمک نداره. ما هر چقدر تو کلاس ها گفتیم هیچ کس انگار نه انگار که دستم نمک نداره. یعنی چی؟ التزام. من اصلا به دستم کار ندارم، من اصلا به دست کار ندارم. حالا همه ی حواستو بده به من، یک دقیقه زمان، تست بعدی رو همراه ما باش. سراسری خارج از کشور، در کدام مورد نوع دلالت همه ی الفاظ مشخص شده بر معنای آنها یکسان است؟ بفرست بیاد.
الهه هیدری، مریم حسینی. این مریم حسینی کیه؟ آتنا، حدیث، پانیز، روشنفر، مهسا، زهرا، محمد گودرزی، دنیا، سحر، هستی، ترنم. ترنم چطوری؟ مهرشاد. آه چطوری مریم؟ آه مریم، مریم و سادات. من به اسم مریم و سادات تو ذهنم مونده. باری کلا، باری کلا. آی قلیپور، فهیم، پانیز. آره آره پانیز الان فهمیدم. درود بر شما، درود بر شما. بچه ها برخلاف سوال قبلی، اینجا سوال کرده حالا همه این دلالت ها کدوماشون یکیه. سوال قبلی گفته بود چگونه از همه اینها یکی یه دونه داره. مبینا، فاطمه، مرضیه، زهرا، مهسا، آریانم اینور، الناز، مهدی. باشه مهدی، خوبی. مبینا، سالم باشین. خب بیایم اینجا. محدثه بگم دلش نگیره الان میگه اسم من نگفتین. ببینید بچه ها، میگه که دوستش او را به خانه خود برد. وقتی که واقعا میگه به خانه برد، منظور از لفظ خانه واقعا خانه است. پس اینجا میشه مطابقه. دستهایت تا جا میتوانی بالا ببر. دستها رو، من دستم رو تا جایی که میتونم دارم میبرم بالا، واقعا کل دست رو دارم میبرم بالا. پس بنابراین چی میشه اینجا بچه ها؟ اینجا میشه مطابقه. خداوند به قلم سوگند خورده، واقعا به قلم سوگند خورده. خداوند فرموده است چی؟ و القلم و ما یسترون، و قلم و چیزی که می نویسد. پس منظور از قلم واقعا قلمه. پس اینجا هم می شود چی؟ مطابقه. اما گزینه شماره دو رو نگاه کن. پاکونی که خریدم، پاکون مطابقه است. دستم روی کاغذ می دوید، واقعا دستت می دود یا انگشتانت. پس اینجا میشه چی؟ اینجا میشه تزمن. در قوری گم شده بود. خب واقعا منظور در قوری، در قوری هست. پس میشه مطابقه. تو ماه منی. منظور از ماه منی چیه؟ چه لوس بازی ها. اینجا چی میشه بچه تو ماه منی؟ میشه دلالت. اصلا منظورش ماه نیستش که، میشه التزام. اصلا منظورش از کلمه ماه، ماه نیست. چون کوه استوار باش. واقعا منظور از کوه، کوه مطابقه است. پس خود به خود از لیست ما خارج میشه. ماشین پت پت کرد. خب میشه مطابقه. واقعا ماشین پت پت کرده دیگه. دست خدا بالای دست ماست. خداوند که دست ندارد. پس بنابراین میشه چی؟ دلالت، دلالت التزام. منظور از دست این که قدرت خداوند بالای بقیه قدرت هاست. سر و از میان درختان، بله میشه مطابقه. واقعا منظورش سر و دیگه. پس از رسیدن به خانه دست و صورت خودتون رو بشورید. بچه ها انشالله کل دستتون رو وقتی که میرسین خونه نمیشورین، بخشی از دست رو میشورین. میشه دلالت، دلالت چی؟ تزمن. پس مطابق با تیت که سوال از ما خواسته بود دیگه، اینجا میشه گزینه شماره یک. خدایا به امید تو بریم تست بعدی. خب نوشته که کدام طبقه بندی درست است؟ حالا الناز تو دلتو شکونده اینقدر ناراحتی چرا؟ اینجا ناراحتی تو میگی. باشه فهمیدیم، باشه الناز ناراحته از دست تو ماه من. باشه چه میدونه والا چی بگم به خدا. چرا گزینه یک اونجایی که میگی دوستشو به خانه برشو مطابقه؟ مگه به یه، نه منظور از خانه اینجا لفظ خانه است. نه نه نه، منظور از راست هم میگه بچه ها. محمد گودرزی راست میگه، ماشین پت پت نکرده، راست میگه، موتورش پت پت میکنه، میشه تزمن. راست میگه. مرسی از تذکرت محمد. خب دو داریم، چهار داریم، یک داریم. بیایم اینجا ببینیم چه خبره. ببینید بچه ها، دو سه تا نکته کاملا متفاوت میخوام بهت بگم. حواستو قشنگ بده اینجا. اول از این گزینه شماره چهاره. من خیالتو راحت کنم، وسوسه نشی بری پاسخنامه رو نگاه کنی، خودم بهت بگم. گزینه شماره چهار پاسخ صحیح شماست. اما یعنی چی؟ چرا گزینه شماره چهار پاسخ صحیحه؟ چند تا نکته کاملا متفاوت میخوام بهت بگم. یک، نکته اول، این علامتی که داری اینجا میبینی یعنی تقسیم بندی از این ور به این ور انجام شده. یعنی گفته پاره خط تقسیم میشود به، یعنی این میشه علامت بزرگتر.
پاره خط تقسیم بندی می شود به مثلث و شکل و مقدار. استدلال تقسیم بندی می شود به قیاس و شکل و تصدیق. قضیه شرطی تقسیم بندی می شود به قضیه و تصدیق و علم. این کلمه علمه. چارزلی تقسیم بندی می شود به متوازی الاضلاع و لوزی و مربع. این تا اینجا درست؟ حالا اینو تا اینجا تو ذهنت داشته باش، من دو تا نکته مستقل بهت بگم. یه نکته رو اینجا برات نوشتم. ببینید بچه ها، اگه من بیام بگم اجسام به انواع متفاوت تقسیم بندی می شوند، مثلا جسم ها تقسیم بندی می شوند، فرض کن به حیوانات، به گیاهان و به مثلا خدمت شما عرض کنم که اجسام بی جان، فرض کن تقسیم بندیم درسته. اولین چیزی که بچه ها تو تقسیم بندی به خاطر بسپرید اینه که نسبت حیوان به جسم باید نسبت مطلق باشه، مطابق تقسیم بندی در درس چهارم آخرین صفحه، و نسبت بی جان به حیوان باید نسبت چی باشه؟ تباین باشه. پس اولین چیزی که میخوام یاد بگیری اینه در تقسیم بندی وقتی که اون هستی اول رو داریم نگاه میکنیم، تقسیم بندی به انواع متفاوت میشه، هر کدوم از اونها، بله مریم میگم الان بهت، این الان مریم گفت مگه نباید از اعم شروع شه؟ خب بله دیگه، جسم از همشون عامتره، پس بنابراین این میشه چی؟ این میشه اونی که عامتر از همشون هست، اونی که از همه بزرگتره. بله، و بعد دوباره اینا باید تقسیم بندی شه، دوباره گیاه تقسیم بندی میشه به چی؟ به اقسام متفاوت، مثلا به گلها، به سیفیجات، به درختان، به هر چیز. نسبت اینها باید با همدیگه تباین باشه، ولی نسبتشون به مریم، یه دقیقه صبر کن، ماشاءالله باشه، یه دقیقه صبر کن، ولی نسبت اینها به اصل کار خودشون باید مطلق باشه. دوباره گلها تقسیم بندی میشن، گل مثلا تقسیم بندی میشه به چی بچه ها؟ به گل لاله، به گل نسترن، به گل مثلا چه میدونم عقاقیا، به گل مثلا روز، به گل الی آخر. بچه ها نسبت همه اینها با گل باید مطلق باشه، اما نسبت اینها به اینها باید چی باشه؟ تباین باشه. این نکته اول. نکته دوم که بسیار بسیار اهمیت داره اینه، خانوم ها آقایون، وقتی که از جسم داری شروع میکنی، جسم دارای بیشترین مصداق در بین این گزینه ها و دارای کمترین مفهوم عقلیه. خوب به جمله‌ام دقت کن، جسم داره بیشترین مصداقه، یعنی چند تا جسم دنیا داریم؟ من جسمم، گیاهان جسمن، حیوانات جسمن، ملائک نه، الکترون ها جسمن، کولر جسمه، هر چی که دلت میخواد، ولی تعریفش خیلی خیلی کوچیکه. جسم هر چقدر که داری میای به آخر، مثلا میرسی به نسترن، اون وقت نسترن دارای کمترین مصداق نسبت به جسم و قبل از خودشه و دارای بیشترین مفهوم عقلی است، یعنی تعریفش از همه چاق‌تره. تو تعریف نسترن جسم و گیاه و گل و همه چی اومده جلو. این دوتا نکته که مستقل به خاطرت بسپر، یک، در تقسیم بندی ها نسبت بین اجزای تقسیم باید تباین باشه ولی با اصل خودشون باید مطلق باشن، دو، هر چقدر تقسیم بندی میای جلو، در رأسش، در شروعش بیشترین مصداق کمترین مفهوم عقلی، به انتها که میرسی کمترین مفهوم عقلی بیشترین مفهوم عقلی کمترین مصداق. حالا این جزورم که بچه ها توش نوشتم میذاریم روی سایت، اگه نمیرسید بنویسید یا هر چیزی که، اینم میذاریم روی سایت، نگران نباشید. بیا اینجا من یه سوال میکنم، آیا پاره خط به انواع متفاوت تقسیم بندی میشه؟ یکیش هم مثلثه؟ اصلا بچه ها شکل ها نمیتونن پاره خط باشن، نیم خط باشن، شکل ها اسمشون روشه، مثلث شکله، اصلا خط نیست. پس نسبت بین مثلث و پاره خط نسبت تباینه، اصلا تقسیم بندی نمیشه. سومی رو نگاه کن، استدلال واقعا تقسیم بندیش درسته، اما هیچ کدوم به تصدیق نمیرسن، پس تو این مسیر تصدیق کلمه اضافی اشتباهه. چرا؟ بله برادر من، استدلال از تصدیق تشکیل میشه، اما تصدیق استدلال نیست، تصدیق جمله است.
استدلال وقتی که شما جملات متفاوت میذاری کنار همدیگه نتیجه به دست میاری. برو بالا. قضیه شرطی به انواع متفاوت تقسیم بندی میشه، یکیش قضیه است. نه خیر، قضیه به انواع متفاوت تقسیم بندی میشه، یکیش قضیه شرطیه. پس قضیه باید میومد اینجا. اما گزینه شماره 4 رو نگاه کن. چهار ضلعی ها به انواع متفاوت تقسیم بندی میشن، یکیشون متوازی الاضلاع، متوازی الاضلاع ها به انواع گوناگون یکیش لوزیه، لوزی به انواع گوناگون یکیش مربعه. کاملا درست. پاسخنامه رو نگاه نکن. سراسری 1400 مناسب ترین پاسخ برای این پرسش که چرا جملات انشایی در منطق بررسی نمیشوند کدامن؟ نمیتونید جواب صحیح بدید. سراسری خارج از کشور نمیتونید جواب بدید. نمیتونید. خیلی باید باهوش باشین و جواب بدید. من البته یه را باز کردم، گفتم جواب درستم بدید شانسی زدی. مگر جواب درست بدی استدلال کنی برام. ابوالفضل 1، الهه 1، ملیکا 2، پانیز 2، یوسف 4، آیدا 1، مهسا 4، زهرا 4، سونیا 4، مهزیار 2، فاطمه 2، الناز 4، فهیم گهار، احتمال منظورش 4 بوده به زبان چون خیلی خیلی فارسیش خوب نیست، بیشتر هندی فارسی، هما، مهسا، هلیا، مرزیه، محدثه، دنیا، ما بین دو چهارم که روشنفر، باری کلا، محمدم که 2، قلیپور، آریان، پاسخنامه میگه آریان خداوند ازت نگذره، خداوند ازت نگذره، چرا من نگفتم تو رو راه ندن، چرا من نگفتم تو؟ حدیث عزیز نگار، چطوری نگار؟ خوبی؟ نگارم آره الان تازه اسمش رو دیدم. خب بچه پاسخ صحیح شما گزینه شماره 2. یه چیز شخصی. ملیکا، ملیکا تو رو خدا، ملیکا، ملیکا، این چه استدلالیه؟ ملیکا این عین عبارت کتابتونه، این عین عبارت کتابتونه. ببین برادر من، ببین خواهر من، من بهت میگم گزینه شماره 2 پاسخ صحیحه. من دارم بهت میگم که ویژگی های جملات انشایی رو بگو. حرفت درسته، بله، با واقعیت مطابقت نداره، فقط احساسات رو میگه، به شکل سوالی عاطفی بیان میشه. هر چهار گزینه درسته. پس اگه من ازت خواسته بودم که لطف کن بگو چرا جملات انشایی در منطق بررسی، بگو جملات انشایی چه ویژگی هایی دارند، برات پایین تو پاسخنامه نوشتم آریا من دوشنبه تو رو میبینم. میگیم مرکب تام خبری حملی میشود، شرطی میشود، تقسیم بندی هاشو داریم، همه این حرفا درست. میگم جملات انشایی اینطوری هستن و همه این داستان ها. ولی میگم این عین عبارت کتابتونه، تنها جملات خبری هستند که قابل صدق یا کاذب بودن را دارند. از آنجا که وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است و جملات انشایی نمیتونن این ماجرا رو در مورد صادق یا کاذب بودنشون صحبت بکنیم، این دسته از جملات در منطق بررسی نمیشن. پس یه بار دیگه تست رو نگاه کن. اگه بهت گفته بودم ویژگی های جمله رو بگو، جمله مرکب تام انشایی رو، یک رو میگی، سه رو میگی، چهارم میگی. اگه بهت گفتم چرا تو منطق استفاده نمیشه، اون وقت بیا گزینه شماره 2 رو بگو، برای اینکه اصلا شامل خطای اندیشه نمیشه. خطای اندیشه یعنی دارم مطابقتش میدم با واقع، میبینم جور در نمیاد. جمله انشایی رو که نمیتونی با عالم واقع مطابقتش بدی. فاطمه متوجه شدی؟ توضیح مجددم به دادم. خب یه نفس عمیق بکشیم. سراسری داخل کشور در کدام استدلال مقدمات از نتیجه حمایت مطلق می کند؟ آریان
پریسا، حدیث، مریم، ملیکا، پانیز، سارا، وای این شهیدی ها دارن چیکار میکنن؟ به خدا بهتون افتخار میکنم ای شهیدیان، فاطمه، آتنا، زهرا، ببین تو رو خدا، ماه، محمد، هما، فاطمه، مبینا، پینار، اولیپور، ابوالفضل، مهدی، این وریا چی پس ادوبیه چرا هیچی نمیگن؟ فاطمه، فهیم، باریکلا، 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 همه تا نگین و محدثه و ابوالفضل و مهسا. آفرین، گزینه شماره یک، درود بر شما، درود بر شما، همتون، همتون، عالی بود. ببینید بچه ها، نگه در سایت مدرسه آمده بود. اما من خود تیتر سوالو بهت بگم. ببین وقتی که میگه حمایت مطلق میکنن، یعنی لطفاً بگرد دنبال قیاس. اگه گفت حمایت نسبی میکند، برو سراغ تمثیل، برو سراغ استقرا. درست شد؟ پس بنابراین اگه گفته باشه حمایت مطلق میکند، یعنی برو دنبال قیاس. حالا کدومی که از اینا قیاسه؟ قیاس از کجا میاد؟ قیاس میاد یه قاعده کلی داریم و یه قاعده جزئی رو، یعنی یک عنصر جزئی رو میاد باهاش مقایسه میکنه. جمله من نگاه کن، حکم کلی داریم. اولش میگه در سایت مدرسه آمده بود همه معلمان، نگفته همه ها، ولی نمیشه معلمان اینجا. پس دبیر ما به عنوان یک امر جزئی هم دکترا دارد. وقتی که حکم از امر کلی در باب یک امر جزئی می شود، شما قیاس داری. دومی رو نگاه کن، نوشته چی؟ دبیران دارای سابقه بالا مانند قطعات فرسودن، مانند این تمثیله. نکته بعدی، با چند نفر صحبت کردم، یعنی مورد جزئی، و بعد به این نتیجه رسیدم که همه، یعنی حکم کلی دارم. اینجا میشه استقرا یا استقرای تعمیمی. بیا بعدیش، آقا از جلوی مدرسه عبور پیدا کردم، دراش بسته بود. چند تا حالت داره؟ 1 2 3 4 کدومی که معقول تره؟ یکی از اینا. میگه از جلوی مدرسه رد شدم، دراش بسته بود. خب جمعه که نبوده، هوام که به خاطر تعطیلی، پس حتما تعمیرات داشته دیگه. بله احتمال داره احتمالات دیگه‌ای واقعا اتفاق افتاده باشه. فضا مثلا آدم فضایی ریختن مدرسه رو اشغال کردن، چه میدونم توی مدرسه چاه نفت به دست آوردن بستنش، حالا اونجا رو استخراجش کنن، هزار تا دیگه. ولی معقولش چیه؟ حتما به دلیل معقول. این میشه چی؟ بهترین تبیین. مهسا نوشته با رنگ زرد ننویسید. چرا؟ چشم دزیت میشه مهسا. اگه میشه بیشتر بنویسم، اگه نمیتونی بخونی فقط با همین رنگ بنویسم. من نوشت چیزی توی پاسخ من برات نوشتم. ابوالفضل نوشته صدا و تصویر هماهنگ نیست. استنتاج بهترین تبیین. بله استاد رنگ رو عوض کنید لطفا. آه خیلی خوب، زرد رو نمیشه خون با رنگ زرد. همه باز با رنگ زرد مشکل دارن. آخ جون، آخ جان، رنگ زرد مشکل دارن. خیلی خوب، فقط به خاطر مهسا اونم نمیره به خدا. آن چرا رفت؟ گفتم یه بهانه بگیرم با همون بنویسم. کلن 10 ثانیه وقت داری، بدو. بدو بدو بدو. الهه حیدری، حدیث، مریم، زهرا، پانیز، نیلوفر، ملیکا، از این ور زینب، مهزیار، فاطمه و سارا و آریان و هما و باریکلا. ببینید بچه ها، میگه چی؟ میگه که روزی نرگس از دور حیوانی چارپا را دید. یک حیوان رو دیده، یک امر جزئی. همون حکمی که در مورد اون داده به یک امر جزئی دیگه هم داره تأمین میده. اگر این کار را انجام میداد، یعنی از سمت یک امر جزئی به سمت امر جزئی دیگر، میشد تمثیل ناروا. حالا ناروا بودنش هم به خاطر اینکه اصلا دیگه کاملا پرت و پلاست، مگه هر چیزی یه چیز روش باشه میشه بهش گفت مثلا شطور کوهاندار. روی این دیگه خیلی وقت نذاریم، ساده بود. اما چون حالا تست اصلیمون یک کمش مونده،
داخل کشور نوشته کدام مورد برای نشان دادن بطلان یک فرضیه علمی مناسب تر است و چرا؟ آهان، سحر، سحر، سحر. نگار بیتا ملیکا هما، من قطع نشدم، من هستم که هما. صدا و تصویر هماهنگ نیست. آیدا، ابوالفضل، مریم، پانیز، نیلوفر، مهدی، سحر، سارا، مهسا، فاطمه، محمد گودرزی، مهزیار بین دو سه شک داره از این ور. خب مهسا مجیدی، یوسف. خب ببینیم کدوم گزینه صحیحه. پاسخ صحیح شما گزینه شماره 4. چرا گزینه شماره 4؟ لطفا به حرفم دقت بکن. یک، اول از این بچه ها، تمثیل در علم اصلا مورد استفاده قرار نمیگیره. تمثیل در علم مورد استفاده قرار نیست. وقتی که میگه تمثیل، فاتحهش خونده است. گزینه شماره 1 هیچ. دو، آیا استنتاج بهترین تبیین بود؟ بله. استنتاج بهترین تبیین برای چی مورد بررسی قرار میگرفت؟ استنتاج بهترین تبیین برای بررسی نظریه های علمی بود به علاوه کاربردش در زندگی روزمره. ولی بحث اینجاست برای ابطال نبود بهترین تبیین، برای چی بود؟ برای بررسی نظریه ها بود. نکته بعدی، استقرا. اتفاقا کاملا میتونه درست باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا بچه ها روش علم روش استقراست. روش علم، یادت باشه، روش علم روش استقراست. ولی یه نکته بسیار مهم بچه ها، وقتی که ما تو استقرا هستیم، یعنی من دارم از یه قاعده استفاده میکنم به اسم قاعده استقرا، یا نحوه استدلال من استقراییست، یعنی میام مورد اول رو بررسی میکنم، مورد دوم رو، مورد سوم رو، آزمایش چهارم، آزمایش پنجم، آزمایش الی آخر، بعد میام از این موارد جزئی یه حکم کلی میدم. حکم کلی چیه؟ همه، هر، هیچ. همه، هر، هیچ مال چی هن؟ بچه ها مال قانون علمیه. اگر قرار باشه قانون علمی رو باطل کنم، کافیست یک مورد نقیض پیدا بکنم، پس همه از بین میره. من برمیگردم میگم همه فلزات رسانان. شما یه دونه فلز رو میارید میگید آقا این رسانان نیست. قاعده من پر. من میام میگم همه اسیدها و بازها با همدیگه که مخلوط بشن نمک میدن. من میگم هیچ کدوم از سیارات به دور مثلا کره زمین نمیگردن. من هر قاعده‌ای که بگم اگه قرار باشه علمی باشه، درسته روش کشفش روش استقراست. من بر اساس روش استقرا میام و روش استقرا رو بر اساس اصول تجربی، یعنی چی؟ یعنی مثلا علیت، مثلا سنخیت، میام بر اساس اینها چیکار میکنم؟ حکم میدم که همه یا هیچ. ولی بحث اینجاست اگر سنخیتی قرار باشه نباشه و من قانون علمی نداشته باشم، اون وقت قانون من با یه استثنا میره رو هوا. مهدی ابوالفضل، هنوزم هماهنگ نیست. مهدی ابوالفضل، هنوزم هماهنگ نیست. چون بقیه بچه‌ها شکایت نمی‌کنن از این ماجرا، پس احتمالاً شما، مهسا، میگن هماهنگ نیست. بچه‌ها یه 2 دقیقه صبر کنید، یه بار یه ریفرش بکنن دوستان، یه چند لحظه صبوری کنید. اگه یک ثانیه تأخیر خیلی ازتون نمی کنه دیگه بسازید. الان میریم زنگ تفریح، بعد دیگه حالا انشالله برگشتیم این مسئله حل میشه.
منم سعی میکنم اسلو حرکت کنم، صدا میکنم از تصویرم جلوتر بیفته، یه کاری بکنم ببینم که مهسا نوشته کلاس تا ساعت چنده. میریم مهسا صبر کن بس برسیم کلاس تا ساعت میخواد بره. مهسا دو دقیقه صبر کن میریم بابا جان. یه تست دیگه میزنیم، یه استراحت میکنیم، بعد یه رو بعدش بر میگردیم میریم سراغ ادامهش. خدایا به نام تو و به امید تو. وای وای وای. اینو بذارید من یه توضیح بدم، اینو بذارید من یه توضیح بدم، بعدش میریم سراغ توضیحات دیگهش. شما تستو بزنید بعدش. حواسا اینجا ببینید بچه ها، اینو نگاه کن. سوال، دو تا سوال پشت سر هم دیگه بر اساس همین جدوله. هر کاری که من میکنم شما من انجام بدید. البته اینجا یه اشتباه کوچولو پدید آمده و اونم اینه که بذاریم برای اینکه اشتباه نکنید من یه بار از اول کامل اینو بنویسم. اینو که توضیح دادم، من میرم یه چایی میخورم، شما دو تا سوال رو حل کنید تا بعد از که برگشتیم ادامهشو بریم. چرا نیلوفر؟ اینجا موجبه کلیه بذار، اینجا سالبه کلیه بذار، اینجا موجبه جزئیه بذار، اینجا سالبه جزئی. حالا در این وسط شما تضاد دارین، در اینجا تداخل دارین، روی این هم تناقض دارین. یعنی چی؟ بلدید، میدونید. یعنی اگه یه قضیه داشته باشم سالبه کلیه باشد، سر جلسه امتحان به سرعت و به راحتی میتونی از این ور بیای تضادش رو بنویسی. در تضاد کیفیت عوض میشه، یعنی استت میشه نیست، نیستت میشه است. و از این طرف هم اگر قرار باشه اینجا باشه، از این طرف میای تضادش میشه اینجا. سالبه یعنی چی؟ سالبه یعنی وقتی فعلت منفیه، نیستند، نرفتند، نخوردند، بهش میگیم قضیه سالبه. هیچ هم سورشه، بلکه کلیهش. اگه قرار باشه موجبه کلیه رو داشته باشی، بیا پایین. موجبه کلیه تداخلش میشه موجبه جزئیه، موجبه جزئیه تداخلش میشه موجبه کلیه، به راحتی و به سرعت. این طرف مثلا به فرض سالبه جزئیه تداخلش میشه سالبه کلیه، و از این طرف هم سالبه کلیه تداخلش میشه سالبه جزئیه. از این طرف سالبه جزئی تناقضش میشه موجبه کلیه. چه اتفاقی افتاد؟ هم کمیتش عوض شد هم کیفیتش. و از این طرف موجبه کلی هم میشه سالبه جزئیه. یعنی دوباره هم کمیت هم کیفیت. پس یه دونه مربع سر جلسه امتحان سری برای خودت میکشی یا تو ذهن تصور میکنی. حالا اینو که یاد گرفتی که میتونی توی جزوت همونجا اضافه کنی، این رو هم به خاطر بسپار. برادر من، خواهر من، اگر قضیه شما تناقض باشه جدول صدقش چیه؟ اگر قضیه شما تضاد باشه و اگر قضیه شما تداخل باشه. تناقض خیلی ساده است بچه. تناقض بگیرید به من بگید صدق و کذبش چی میشه. دو قضیه تناقض دارم، صدق و کذبش چی میشه؟ سری در تناقض صدق و کذب چجوری بود؟ خیلی ساده است. اگه قرار باشه قضیه صادق باشه تناقضش چی میشه؟ اگه قرار باشه قضیه کاذب باشه محال. روشن فر زینب، باریکلا، باریکلا مریم، باریکلا مرزیه. آریان درست میشه الان. باریکلا، باریکلا. پس در تناقض صدق یکی کذب دیگری، کذب یکی صدق دیگری. در تضاد صدق یکی کذب دیگری، کذب یکی اونوری معلوم نیست. در تداخل اگر از سمت دایره بزرگتر به سمت دایره کوچکتر و اگر از سمت دایره کوچکتر به سمت دایره بزرگتر، منظور از دایره بزرگتر آنی است که کلی است، دایره کوچکتر آنی است که جزئی است. پ-
پس اینجا میشه جزئی، اینجا میشه چی؟ کلی. حالا اگر کلی صادق باشد جزئی حتما صادقه، اگر کلی کاذب باشد جزئی معلوم نیست. تو جزئی که بهت دادم مفصل، در جزئی اگر صادق باشد این وریه معلوم نیست و اگر این وریه کاذب باشد این وریه حتما کاذبه. اینو حفظ کن، اینو حفظ کن. تضاد، تناقض، تداخل. بچه تناقض و تضاد واقعا سخت نیست. صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، صدق دیگری. در تداخل اون وقت چی میشه؟ اگر از سمت کلی به سمت جزئی، از سمت جزئی به سمت کلی. جزوه منم نداشته باشی تو تمام کتابای منطقی یا کتابای کمک آموزشی نوشتن عزیزم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا بیا سراغ سوال. و وقتی هم که میخوایم سوال بزنیم اول سوال بالایی رو برات تحلیل میکنم، بعدی رو تو حل کن. الان تو جزوه برات گفتم صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، صدق دیگری. در تضاد به خاطر تایپی مدار این برون بر رفته. صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، اونوری معلوم نیست. در اینجا از سمت دایره بزرگ به سمت دایره کوچیک، صدق این، صدق این، کذب این، اینوری معلوم نیست. و در این هم باز به این شکل. حالا بیا ببین سر جلسه امتحان به توی همچین جدولی دادن. حالا بچه بلایی سر خودمون بیاریم. ببین برادر من، توی این جدول نوشته آ ب س د. خب نوشته جمع بین آ و ب در کذب. آ و ب نسبتشون با همدیگه تضاد بود. در تضاد صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، اینوری معلوم نیست. نوشته که آیا جمع میان آبه در کذب صورت میگیره؟ اینجا مثلا فرض کن بشه آ، اینجا بشه ب. آیا ممکنه جفتشون با همدیگه کاذب باشن؟ بله. پس بنابراین اونایی که نوشته امکان پذیر نیست و میذارم کنار. میام بعدی. جمع میان آ و سی در کذب. آ رو پیدا کن، سی رو هم پیدا کن. خب مطمئنا اینجا تناقضه دیگه. یعنی چی جمع میان آ و سی؟ یعنی آ و سی در آن واحد هر دو با همدیگه میتونند کاذب باشن، نه در تناقض صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، صدق دیگری. فرض کن یکیش آ، یکیش سی. و تشخیص صدق و کذب آ اگر قرار باشه دی کاذب باشه. بچه اگر دی کاذب باشه بخوایم سمت آ بریم، در حقیقت ماجراش چیه؟ ماجراش ماجرای تداخله. در تداخل اگر از سمت دایره کوچیک به سمت دایره بزرگ میرفتیم، در تداخل اگر از سمت دایره کوچیک به سمت دایره بزرگ میرفتیم و دایره کوچک شما کاذب بود، میتونستم تشخیص بدم صدق و کذبشو؟ بله. پس پاسخ صحیح گزینه شماره 4. خب 4:15 برمیگردیم بچه ها، یه 10 دقیقه یه استراحت بکنید. 4:15 برمیگردیم. اگر از دوستانی هم مایل بودن در عرض این مدت زمان هم یه فعالیتی از خودشون بزنن، این تست بعدیشو با همین شرایط که بهت گفتم لطف کن حل کن. خسته نباشید.
خب سلام مجدد بچه ها، همه چی مرتبه الان، تصویر و مثلا همین الان صدا رو باز کردیم. صدا و تصویر با هم دیگه هماهنگ هستین که؟ آره پانیز فاطمه تا ساعت 5، تا ساعت 5. بله بله آفلاینش هم هست. خیلی خب بریم. اینو گزینه شماره چند زدید؟ من فکر کنم من رفتم شما هم رفتی داره؟ اینو گزینه شماره چند زدید؟ فاطمه درود بر شما. بله گزینه شماره 4. آفرین. دیگه همه پاسخ صحیح دادن، من دیگه تحلیلش نمی کنم. بریم. هما هم چای میخوره. بچه‌ها هما چای میخوره. این چای نیست، نسکافه است، با قهوه قاطی کردم، یه چیز معجون شده، گفتم فقط دلتون بخواد. حالا بعد برید نسکافه تهیه کنید، قهوه تهیه کنید، بریزید تو هم دیگه، آب جوش بیاد. من همه اینا بود، دوستان زحمت کشیدن ریختیم تو هم دیگه. الناز تموم میشه، 5 تموم میشه. بی صبر. اما بریم سراغ بعدی. خب بیایم اینجا. میگه نتیجه و مقدمه دوم یک قیاس به ترتیب عبارت است از، و مقدمه اولش هم به این شکله و بله اینجوریه. حالا به من بگید کدوم گزینه باید درست در بیاد. فاطمه بارانی 1، مهدی 1، حدیث 1، هما زهرا، اله اینور، بله بله کاملا درسته. اصلا بچه ها من توضیحش رو شروع کنم. پاسخ صحیح شما گزینه شماره چنده؟ پاسخ صحیح شما گزینه شماره 1ه. اما چرا گزینه شماره 1 رو باید به سرعت انتخاب میکردید؟ به خاطر اینه که 1 گفته که نتیجه اینه، بعضی الف ب است. وقتی که نتیجه بچه ها مثبته، هیچ کدوم از مقدمات دیگه نمیتونن سالبه باشن. پس بنابراین گزینه شماره 2, 4, 3 به سرعت حذف میشه. یه چیز بگم خدمت شما از نتیجه گیری، ببینیم که نتیجه گیری به چه شکله. یه کلیاتی بهت اول بگم. ببینید بچه ها درس 8 و 9 میخوام خیلی 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 مختصر بهت بگم، یه جنبندی تو ذهنت انجام بدی که بعضی از سوالاتی که از الان به بعد داریم بر اساس همین چیزیست که الان دارم بهت درس میدم. دوست من وقتی که در مورد قیاس دارم صحبت میکنم، منظورم دو جور قیاسه. یا قیاسهای من اصطلاحا بهشون میگن قیاس اقترانیست، یا قیاسهای من بهش میگن قیاس استثنائیست. اگه قیاس اقترانی داشته باشم بچه ها، قیاس اقترانی نکته اولش اینه که هر سه قضیه، یعنی دو تا قضیه به عنوان مقدمه و یه دونه نتیجه، سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است، هر سه قضیه شما قضیه حملی است. نکته بسیار مهم. و اگه قیاس استثنایی داشته باشی، اون وقت در قیاس استثنایی مقدمه اول شما یک قضیه شرطی است. حالا میتونه شرطی متصل باشه، میتونه شرطی منفصل باشه. قیاس اقترانی رو خوب به خاطر بسپر. برای اینکه چکش بکنی ببینی منتجه یا نه، باید دو مطلب متفاوت رو در موردش چک بکنی. یک، آیا اصلا شرایطی به عنوان شرایط انتاج داره یا نه، و دوم، آیا شرایطی به اسم شرایط اعتبار داره یا نه. حالا اگه قرار باشه شرایط انتاج داشته باشه یعنی چی؟ شرایط انتاج یعنی لطفاً حد وسط رو چک کن. ببین حد وسطت به تمام تکرار شده، به یک معنا تکرار شده یا نه. یعنی اول از همه باید نتیجه بده. درست شد؟
پس بنابراین شرایط انتاج یعنی چی؟ یعنی حد وسط شما در مرحله اول باید چیکار بکنه؟ باید ببینیم که نتیجه میدهد یا نه. حالا اگر دیدی نتیجه داد، شرایط اعتبارش یعنی چی؟ شرایط اعتبار یعنی همون سه تا شرط. شرط اول چی بود؟ هر دو مقدمه نباید سالبه باشند. شرط دومش چی بود؟ حد وسط در هر دو مقدمه نباید علامت منفی داشته باشه. شرط سومش چی بود؟ اگر موضوع یا محمول در نتیجه علامتش منفی بود، باید تو مقدمات علامتش چی باشه؟ ببخشید، مثبت بود، باید در مقدمات هم مثبت باشه. پس اگر این شرایط رو دیدی، قیاس اقترانی تو میتونی بگی آیا حالا درسته یا غلطه. در مورد قضیه ای که دوم داریم، یعنی قیاس استثنایی، دو حالت بود: یا قیاس استثنایی شما متصل بود یا منفصل بود. اگه منفصل بود، بر اساس نوع قضیت یا حقیقی بود یا مانع الجمع بود یا مانع الرفع، اون دوتا به شما ارتباطی نداره، در کتاب درسیتون نیمده. و حقیقی هم گفتیم چیه؟ مغالطه ندارد. توی قضیه منفصل حقیقی که برای توضیح میدم یعنی چی، اصلا شما مغالطه ندارید. ولی اگر قیاس شما متصل بود، اون وقت باید چی باشه؟ اون وقت فقط اجازه داره وضع مقدم باشه و اجازه داره رفع تالی باشه. وضع مقدم باشه یعنی باید بیاد مقدم رو در مقدمه دوم با فعل خودش تکرار کنه. پس وضع مقدم یعنی مقدم در مقدمه دوم با فعل خودش تکرار شه. الان توضیح میدم. و رفع تالی یعنی باید بیاد تالی رو با فعل خلاف خودش بگه. اگر استه نیست بیاره، اگر نیسته است بیاره. در حالی که در وضع یعنی دست بهش نزن، همونی که هست برش تا بیار پایین، سالب است بیارش، موجب است بیارش. حالا میخوام برم سراغ دونه دونه اینا رو باهات کار بکنم. الان سفر که میخوام ببرم بالا، دارم اینا رو با هم دیگه کار میکنم، بریم تستاشو بزنیم. ببین بچه ها، اگه قیاس شما قیاس اقترانی بود، یعنی سه تا قضیه حملی داشت، اول چک میکنی حد وسط درسته یا نه. یعنی چی؟ یعنی اگر من اومدم گفتم که مثلا به فرض آب از اکسیژن و هیدروژن است، بعد گفتم که اکسیژن و هیدروژن گاز هستند، پس بنابراین آب گاز است. تو به من میگی اصلا این قیاس من منتج نیست، نتیجه نداره. چرا گفتی؟ برای اینکه این طرف حد وسطت از اکسیژنه، اما از رو اینجا نیبردی، پس بنابراین حد وسطت به نحو کامل تکرار نشده، میذارمش کنار. اگر این شرط رو داشت و اومدی جلوتر، میای یکی دیگر چک میکنی. مثلا من گفتم که هر الف ب است، هیچ ب جیم نیست. نتیجه چی شده؟ شده هیچ، حد وسطاتو حذف میکنی، الف جیم نیست. سوال: آقا نتیجه رو چجوری به دست آوردی؟ نتیجه خیلی ساده به دست میاد. یک، اگر مقدمت موجبه موجبه بود، حتما نتیجت موجبه میشه. یعنی چی؟ یعنی مقدمه اولت موجبه بود، مقدمه دومت هم موجبه بود، حتما نتیجت موجب است. اگر یکی از مقدمات شما سالبه بود، یکی دیگه موجبه بود، نتیجت حتما سالب است. پس سالبه برنده است. و اگر جفتشون هم سالبه بودن، فاتحهش خونده است. اصلا نامعتبره، بذارش کنار. ابوالفضل یه بار ریفرش کن، برو بیار. اما اگر یه مقدمت کلی بود، پس بچه من اینجا به فعل کار دارم، اینجا به سور کار دارم، یه مقدمه دیگه هم کلی بود، نتیجت حتما کلیه. اگر یکی کلی بود یکی جزئی بود، نتیجه جزئیه، پس جزئی برنده است.
اگر جفتشون هم جزئی بودن نامعتبره. پس بچه ها برای اینکه بتونید به سرعت تست بزنید خوب حواستون رو جمع کنید. اگر جفتش سالبه بود سریع بگو آقای نامعتبره، اصلا روش فکر نکن. اگر جفتش جزئی بود سریع بذارش کنار بگو نامعتبره. خب و بعدش هم موضوعت رو از مقدمه اول میگیری، محمول تو از مقدمه دوم. کاری که من همینجا انجام دادم، اومدم موضوعم رو از مقدمه اول گرفتم و محمولم رو از مقدمه دوم. خب حالا اینا چه ربطی داشت به چیزی که توی تست دیدیم؟ توی تست من خدمت شما عرض کردم وقتی که گفته نتیجه من نتیجه موجب است، پس شما اصلا مقدمه سالبه نمیتونی داشته باشی. مقدمه سالبه نمیتونی درست داشته باشی. ابوالفضل خدا درستت کنه، تو که درست بشو نیستی که. تو رو خدا این ابوالفضل درست کنه، الان پا میشیم میادا از من گفتن. خب اما علامت ها رو باید چه جوری بذارم؟ در مورد علامت ها خوب به این جمله هم دقت کن. قضیه شما پنج حالت داره، یا نوشته هر الف به است، یا نوشته بعضی الف به است، یا نوشته هیچ الف به نیست، یا نوشته بعضی الف به نیست، یا نوشته چی؟ گفته سقراط الف است. یادته بچه ها اول که داشتیم تستا رو میزدیم چی بهتون گفتیم؟ پریسا چطور ممکنه؟ نوشته که اگه فعلمون هر دو منفی بود ولی سور مثبت بود، سبحان الله. پریسا مگه ممکنه که؟ کجایی؟ صبر کن صبر کن، اصلا همچین جمله به کار نبر. بیایم اینجا بچه ها، یادتونه اول که درس رو شروع کردیم تو تست اول چی گفتم؟ گفتیم به شما که اینجا اگر تصور شما تصور جزئی باشد، اون وقت قضیه شما چی میشه؟ قضیه شما میشه قضیه شخصیه. حالا علامت گذاری میکنم. به علامت های من خوب دقت کن. اگرم نمیدونی چرا، بعدم برو یه بار دیگه کتاب تو توضیح برات میدم، اینو داشته باش. الف موضوع منه، به محمول منه. الف به خاطر اینکه سوره، باید در حقیقت الان الفا رو قراره به چیز نگاه کنم دیگه، به سور نگاه کنم. اینم برات آوردم ها، اینم برات آوردم توی اینجا و نکتهش هم برات نوشتم. اگر محمول، اگر موضوع تصور کلی باشد علامتش مثبته. البته ببخشید من اینجا باید این به این شکل تصحیحش کنم. اگر موضوع تصور کلی باشد علامتش مثبته، و اگر تصور جزئی باشد علامتش مثبته. این جمله بهتره، این تصور کلی رو بزن جزئی. این اشتباه تایپیه، اینو بزن جزئی. جمله درستش اینه، الان برات توضیح میدم. بیا اینجا، الفا به خاطر اینکه بغل سور نشستن، سور اگه کلی باشه علامتش مثبت میشه. بعض الان الف علامتش منفی میشه، هیچ علامتش مثبت میشه، الف علامتش منفی میشه. این طرفو نگاه کن، اگه فعلت موجب باشد علامتات منفی میشه، و اگر فعلت سالبه باشد علامتات مثبت میشه. ولی سقراط به خاطر اینکه تصور جزئیه علامتش کلیه. خیلی خوب، حالا برم تست رو یه بار دیگه برات بگم. یعنی این تست رو نه، تست بالاترش. بیایم اینجا، اینو فهمیدم، برات شرایط انتاج رو نوشتم. شرایط انتاج یعنی چی؟ اگر حد وسط. بعد اومدم شرایط اعتبار رو نوشتم. سه تا شرطی که الان برات گفتم، هر دو قضیه نباید سالبه باشند،
گفتم نباید حد وسط در هر دوتاش علامت منفی داشته باشه، اگر موضوع یا محمول هر چیز دیگه ای. چگونگی نتیجه گیری خیلی خیلی ساده برات نوشتم و بیا سراغ تست بعدی. نوشته در کدام قضیه دامنه مصادیق موضوع و محمول علامت یکسانی دارن؟ الان دیگه باید بتونی حلش کنی. فاطمه سوال چیه؟ نمیشه دالی خب به چی میگن؟ دالی چیه؟ دنیا. چرا به زبان مردم سواحل ناباهو حرف میزنی؟ مریم، مهدی، سحر، زهرا، زهرا، ملیکا، مهسا، مرضیه، فاطمه، هستی، فاطمه، سارا، نیلو، مبینا، فاطمه، یوسف، مبینا، نگار، نیلو، آفرین، 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 همه درست، آفرین. بیایم اینجا. برخی از حیوانات باریکلا مرضیه، کاملا درسته. آقای قلی‌پور و ابوالفضل. حیوانات منفی، استخوان مثبت. تیم ملی فوتبال قضیه چیه؟ تصور جزئی بچه ها. تصور جزئی شما علامتش مثبت میشه. برد فعلش مثبت موجب است، علامتش منفی میشه. آدمی یعنی هر آدمی. می اندیشد فعلش مثبته. محمود اسم خاص مثبت، فعل منفی مثبت. گزینه شماره 4. سوال کنکور. مرور سوالای بعد جدول تناقض. ابوالفضل فرصت نداریم. چشم. جزوهشو بگیر، تو جزوهش نوشتم، فرصت نداریم. چون یه گالمی مطلب دیگه مونده. کدام قضیه مانع الجمع است؟ کدام قضیه مانع الجمع است؟ باریکلا، 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 باریکلا. آفرین، آفرین. حالا الان بهت میگم، ممنون، کاملا درسته، آفرین. فضا رو مسموم نکن مرضیه. اینایی که من میشناسم خودشون بلدن. ماجرا به چه صورته؟ ببینیم بچه ها، ما گفتیم قضیه ما اگه قضیه شرطی باشد، قضیه شرطی اگر شرطی متصل باشد سه حالت متفاوت داره. یا حقیقی است، اگر حقیقی باشد میگفتیم حکم به اناد بین دو چیزی داره، بین دو تا امر نقیز داره. پس بنابراین صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، صدق دیگری. مثالش اعداد طبیعی یا زوجند یا فرد. اگه زوج باشه فرد نیست، اگه فرد باشه زوج نیست. اگه قضیه شما مانع الجمع باشه، مانع الجمع باشد یعنی همون تضاد. پس این میشد چی؟ این میشد تناقض، این میشد تضاد. تو درس 7 یعنی صدق یکی، کذب دیگری، کذب یکی، اونوری معلوم نیست. و اگر حقیقی مانع الرفع باشه اون وقت چی میشد؟ میشد صدق یکی اونوری معلوم نیست، کذب یکی اونوری حتما صادقه. این سه تا تیپ رو به خاطر بیار، داشته باش. حالا بریم نسبت بعدی. بیایم اینجا. جسم یا رساناس یا غیر فلز. اینجا رو به حرف من دقت کن، میخوام علامت گذاری کنم، علامت گذاریش برات مهم باشه. ببینیم بچه ها، اگه جسمی رسانا بودنش صادق باشه، واقعا رسانا باشه، خب
ممکنه فلز باشد، ممکنه غیر فلز باشه. آب فلز نیست اما رساناست. انسان فلز نیست اما رساناست. الکل یا هر چیز دیگه. به محضی که دیدی دوتا مثبت شد ولش کن، این مانع رفعه. بیایم پایینیش رو نگاه کنیم. اگه قضیه حملی باشد بچه ها حتما دیگه شرطی نیست، چون منفصل حقیقی مال قضیه شرطیه. ولی اگر حملی نباشد میتونه منفصله حقیقیه باشه، میتونه مانع الجمع باشه، میتونه هر چیز دیگه ای. این گزینه صحیح منه. این مانع الجمعه. مانع الجمع یعنی دو تا کاذب میتونه با هم، مانع الجمع یعنی هر دو تا با هم دیگه نمیتونن صادق باشن اما هر دو با هم دیگه میتونن کاذب باشن. بیا بعدی رو نگاه کن. آقا اگه ماه به دور خودش بگرده میتونه دور خورشیدم بگرده، میتونه نگرده. همین اتفاقی که الان میفته، ماه داره دور خودش میگرده، دور ما میگرده، دور خورشید هم بدبخت میگرده. دو تا صادق دارم، پس اینم میشه مانع تو رفع. و اینجام اگر موجودی جاندار باشد اون وقت مطمئنن دارای احساس نیستش، کاذبه. اما اگر جاندار بودنش کاذب باشه حتما دارای احساس هست. حس نه اینکه مثلا بچه ها بگید گلام مثلا عاشق میشن از این چیزایی که قبلا سر کلاس ها میگفتید، نه. حس به معنی که به دنیای خارج عکس العمل نشون میده. گل هم به عالم خارج عکس العمل نشان میدهند دیگه. پس بنابراین این هم میشه حقیقی. خب پس این از این. بریم سوال سال بعدی. کدام قیاس معتبر است؟ زینب باری کلا به تو. زینب کاظمی، مهدی، مریم، پریسا، حدیث، محمد، فاطمه، سحر، زهرا، هستی، ملیکا، هما، زهرا، نیلو. نه 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 نه، فقط اون نیست، فقط اون نیست. نیلو هم درست فرستاد. مهسا، آی قلیپور و سارا و فاطمه. باری کلا، باری کلا. نه فاطمه رجبزاده، تو چرا؟ فاطمه، فاطمه، فاطمه. سونیا و روشنفر و مبینا و باری کلا، باری کلا. گزینه شماره دو. حالا چرا گزینه شماره دو؟ ببینید بچه ها، اول از اینکه من میخوام یه چیزی رو همون اول تو ذهنتون داشته باشید، حالا بلدید، منم سعی میکنم کاملترش بکنم. ببینید بچه ها، قضیه شرطی شما در حقیقت یه قیاسی دارید، قیاس استثنایی است. اگه با این می‌نویسم نمیتونید بگید به من، چون مجبورم یکم ریز بنویسم. نه بهتون میگم. باریکلا مهسا میگه اگر این قلم می‌نویسد پس جوهر دارد. این میشه مقدمه اولم. بذار یکم باز بیشترشون خیلی ریز شد. این میشد مقدمه اولم. این میشه مقدمه دومم. تو مقدمه اولم یه مقدم دارم، یه تالی دارم. اومده نوشته جوهر دارد، اومده چیکار کرده؟ وضع تالی کرده. ما اجازه وضع تالی نداشتیم، باریکلا. گزینه شماره دو نوشته اگه علی به خانه آمده بود در قفل نبود. مقدمم اگر علی به خانه آمده بود تالیم در قفل نبود. بعد نوشته در قفل است، پس اومده چیکار کرده؟ اومده رفع تالی کرده. کاملا درسته. میان بعدی. قیاس من دیگه این دوتای بالا بچه ها، قیاس من قیاس استثنایی بود. اما گزینه شماره 3 قیاس من قیاس اقترانی است. درنده علامتش مثبت، علفخار علامتش مثبت، علفخار منفی، یال منفی. توی نتیجه چه اتفاقی افتاده؟ درندگان منفی، یال مثبت. شرط دومم چی، شرط سومم چی بود؟ اگر در نتیجه موضوع یا محمول علامتشون مثبت بود باید در مقدمات علامت مثبت داشته باشن. نداره. پس قیاس من معتبر نیست. ولی بر اساس قواعد قیاس اقترانی کار کردیم. بیام بعدی. اگر جسمی فلز باشد
به واسطه حرارت داغ می شود. این ظرف فلزی نیست. یعنی اومده چیکار کرده؟ رفع مقدم کرده. اجازه رفع مقدم نداشت، پس اینم معتبر نیست. ما در قیاس استثنایی متصل فقط اجازه داشتیم وضع مقدم رفع تالی. بسیار عالی. سوال بعدی جانم ابوالفضل. بله فاطمه. نوشته تو گزینه دو چجوری رفع تالیه. بچه ها یه لحظه ببخشین. حاج آقا بحث ما اینجا بود رفع کردن یعنی فعلشو عوض کنی. الان نوشته قفل نبود، بعد اومده اینجا گفته قفل است، یعنی رفعش کرده. دقت داشته باش، وضع کردن یعنی دست به فعل نزنی، مثبت مثبت بیار، منفی منفی بیار. اما اگه در مورد رفع صحبت کرد یعنی فعلو عوض کن. مهدی سوال بعدی رو فرستاد و بقیه دوستان. دنیا سحر فاطمه رجبزاده، آقای قلیپور، فاطمه بارانی، مریم حسینی، ملیکا، زهرا، هستی، سارا، هما، فاطمه. نه ابوالفضل اشتباه فکر کردیم. میگم آخر جلسه بهت میگم بنویس. آریان، زهرا، نیلو، هست، حدیث. باریکلا 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 باریکلا. گزینه شماره دو. هرگاه نتیجه که استدلال درست باشد میتوان نتیجه گرفت که مقدمات هم درستن. نه خیر، تو درس آخر نوشته گاهی اوقات مقدمات درستن نتیجه اشتباهه. گاهی اوقات هم چی؟ مقدمات شما اشتباه هم ولی نتیجه درست در میاد به طور کاملا اتفاقی. البته این قاعده هم میتونیم به این شکل در نظر بگیریم. سه، نوشته کلمات مترادف با توجه به یکی بودن مفهوم از نظر تأثیری که بر شنونده می‌گذارن مشابهت دارن. نه خیر، اینجا اصلا این مغالطه داشتیم. مغالطه چی بود؟ مغالطه بار ارزشی کلمات. کلاس با کلاس آقای تاجیک تداخل داره؟ یعنی الان شروع شده کلاس ایشون؟ مهشاد کلاس ایشون ساعت، حالا یا بعد یه رو با آخر پیش ما باشی. کلاس ایشون رو آفلاین، ایشون رو از اروپا شروع کردن ها. یا اینکه خب برو مهشاد، برو برو، مهرت از دلم رفت. تو میخوای فلسفه رو ول کنی ادبیات رو بچسبی؟ برو برو، نه من نه تو، صد سال دیگه نمیخوام ببینمت. عواطف کدوم ها هستن بچه ها؟ عواطف ما میشوند ترس، ترحم، خودخواهی، طمع. بله. خب چیکار کردیم بچه ها؟ اومدیم کل سوالات منطق رو با همدیگه مرور کردیم و متاسفانه فرصت نشد به سوالات فلسفه برسیم. واقعیتش اینه که من دیگه وارد فلسفهش نمیخوام بشم، فقط اینو خدمتتون عرض کنم که حالا به امیدوارم کلاس امروز برای اینکه یه گردگیری کوچولو کرده باشین، یک کم مطالب منطق براتون زنده شده باشه رو داشته باشیم. حالا از بعض از موضوعات نتونستیم مثلا صحبتی بکنیم، به عنوان مثال نتونستیم در مورد ایهام انعکاس صحبت کنیم، تصور جزئی کلی اونطور که دلم میخواست صحبت بکنیم، ولی به هر حال امیدوارم همینقدر که امروز گذشت بتونه برای شما یه مروری باشه. سوالات فلسفه رو هم براتون آوردم و سعی کردم سوالات فلسفه رو بچه‌ها براتون پاسخ بدم و بعد گزینه‌های اشتباه رو هم براتون بگم. حالا به هر حال جزوه‌رم داشته باشین، اینها رو هم داشتیم. سلامت باشید دلناز. اگر تا یک هفته بعد دلتون خواست تو کلاس‌های
در حقیقت جنبندی من بعد از عید شرکت بکنید، حتما محبت میفرمایید با پشتیبانتون تماس بگیرید. امیدوار هستم کلاسای بعد از عیدمون که ادامه همین ها هست داشته باشیم. من درست نمیدونم مسائل مشاوره ایشو. ما بعد از عید ان شاء الله در خدمتتون باشیم و تا دم امتحان کنکور همراه شما هستیم. سعی میکنیم ان شاء الله یه جزوه کامل به عنوان بخش دوم این بهتون بدم که همون رو همون فروردین ماه که شروع میکنیم داشته باشید، دیگه براتون کامل باشه، موضوعات رو کامل براتون مینویسیم. چرا دیگه؟ قربان شما، سلامت باشین. بچه های سالیانم هفته بعد کلاس دارم، باشون فلسفه 11 هامو تست میزنم. بقیه بچه هام انشالله بعد از عید تو کلاس های نکته و تست ببینمشون و یه کار درست درمون و خیلی خوب داشته باشیم. فقط اگر تو این هفته باقی مانده بنویسی تخفیف میدن و بعدش خب متاسفانه میست که تخفیف رو میخوام بردارن. سلامت باشین، لطف دارید آریان جان، سلامت باشید الناز عزیز، سارا، هما، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره اینجا دیدمتون. همتون سالم و سلامت باشین، مراقب سلامتیتون باشین. فاطمه عزیز از این طرف و زینب عزیز، ان شاءالله که همیشه سالم باشین. خدا نگهدار.